لهجه در ایران مایه خنده و شوخی است. فارسی را به لهجه ترکی و کردی و لوری حرف زدن ناخوشایند شمرده می شود. چرا؟ می توان لهجه را از حصار تنگ تعصب‌های رایج آزاد کرد؟ چند درصد از ما و شما بینندگان این برنامه در ضمیر خود لهجه را مایه سرفکندگی نمی‌دانیم؟ چه سهمی از ما کماکان با لهجه‌ای که با اون بزرگ شده ایم حرف می‌زنیم و در اون لهجه راحتیم؟ چه سهمی از ما از سر تلاش یا در روندی ناخودآگاه لهجه خود را فراموش کردیم؟ بدیهی است که این سوال‌ها درباره زبان نیست، کمابیش اتفاق نظر هست که این ماییم و محیطی که در ساختن اون سهیم بوده ایم که زبانی را و لهجه ای را مایه سرفکندگی و خنده و شوخی میکند. اونچه که درباره‌اش اتفاق نظر کمتری هست این است که آیا باید نگران حفظ لهجه ها بود یا نه؟ میتوان تمایز و گونگونی لهجه ها را از فضیحت تبدیل کرد به فضیلت و میتوان از این طریق لهجه ها را نجات داد؟ این سوال ها را با مهمان های این هفته پرگار در میان میگذاریم. شروین فریدنژاد، زبانشناس و پژوهشگر زبان های باستانی در دانشگاه گوتینگن آلمان، پولت سامبلیان، زبانشناس در دانشگاه سوربن پاریس و خداداد رضاخانی، تاریخنگار در دانشگاه لندن و دانش آموخته زبانشناسی تاریخی. خیلی خوش آمدید. اجازه بدید از شما شروع کنیم آقای فریدنژاد. شما فکر میکنید حفظ لهجه، یعنی در مورد خاص زبان فارسی، فارسی رو با لهجه ترکی، کردی، لوری، نمیدونم رشتی صحبت کردن، واقعا باید نگرانی یک زبانشناس باشه یا نه؟ ببینید، در بحث راجع به زبان، لهجه یا گونه های مختلف زبانی که حالا بعد میتونیم در موقعی مناسب دوباره بهش برگردیم و تفاوتاش رو راجع بهش بحث بکنیم، نکته اینه که هر کدوم از اینها در از نظر زبانشناسی، از نظر تاریخی یا از نظر فرهنگی در واقع راه و ابزار انتقال بخشی از تاریخ، فرهنگ، هویت ما هستند. هر کدوم از اینها اطلاعاتی رو، داده هایی رو با خودشون حمل میکنن. از بین رفتن هر کدوم از اینها یعنی اینکه بخشی از دسترسی ما یا حتی تمام دسترسی ما در مواردی به بخشی از گوشه ای از تاریخ، فرهنگ یا زبان از بین میره. این دسترسی گسسته میشه، این دسترسی رو ما از دست میدیم و سوال اون وقت این خواهد بود که آیا ما میخواییم این دسترسی رو همچنان داشته باشیم؟ ما همچنان دوست داریم که به این پیشینه دسترسی پیدا کنیم؟ برای من به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک محقق، هر کدوم از اینها راهی هست که من میتونم تحقیق خودم رو، کار خودم رو جلو ببرم. برای من مهم خواهد بود که اینها باقی بمونن، همینطور که برای من مهم هست که ببینم از گذشته چی دارم و به این ترتیب میتونم کار خودم رو، تحقیق خودم رو جلو ببرم. اینها ابزار کار من خواهد بود. پس به این دلیل که یک لهجه بخشی از فرهنگ یک گروه زبانی رو منعکس میکنه، شما نگران از بین رفتن لهجه و نگران نگاه خاص و ناشی از سر تعصب لهجه ها هستید؟ من نگران از دست رفتن دسترسیم هستم به این راه های ارتباطی. بسیار خوب. شما تا چقدر نگران هستید در مورد حفظ لهجه ها؟ من با یک جمله هراکلیت، فیلسوف یونانی، شروع میکنم که یک جمله خیلی معروف داره که بیشتر توی فلسفه ازش استفاده شده. یکی از ترجمه‌هاش اینه که در یک رودخانه دوبار نمیتوان شنا کرد. این جمله رو میشه در مورد زبانم گفت. با یک زبان دوبار نمیشود صحبت کرد. ممکنه این چیزی که من میگم باعث تعجب شما بشه، چون داریم ما الان یه زبان صحبت میکنیم، شما هیچ فکر نمیکنین که من زبانی که دارم صحبت میکنم تغییر داره میکنه، چون بینش تغییر موقعی که تغییر در حال صورت گرفتن امکان ناپذیره. مثل اینکه خودمون، اگر یه تشبیهی من بگیرم، مثل اینکه خودمون رو ما هر روز توی آینه نگاه کنیم، نمیبینیم تفاوت رو از یک روز به یک روز دیگه، ولی اگر امروز یک عکس بگیریم و 10 سال دیگه یک عکس، میبینیم تفاوت رو. بنابراین هر زبانی موقعی که صحبت میشه تغییر میکنه، از جمله هر لهجه ای، هر لهجه ای، هر بله. گویشی، هر، یعنی یک چیزی رو ما در مورد زبان، در موردش خاطئیت داریم که زبان مقوله ای است پویا، هیچ زبانی ایستا نیست. و حتی موقعی که یک زبان حفظ میشه در واقع عوض میشه. یعنی مثلا مثالی که بهتون زده بودم، مثال اگر فرانسه رو، فرانسوی رو بگیریم، زبانی که در قرن 16 در فرانسه صحبت می‌شده اسمش فرانسه است
زبانی هم که امروز صحبت میشه اسمش فرانسه است. ولی اگر کسی بخواد امروز مونتنیو بخونه، حتی با سوادترین فرانسوی، مونتنیو بدون ترجمه و یه فرهنگ نامه در کنارش نمیتونه بخونه، در حالی که اسم این زبان فرانسه مونده. من کاملا با مسلمن با حرفای آقای فرید نژاد موافقم، یعنی مسلمن زبان قسمتی از هویت ماست و وسیله‌ای برای نقل و انتقال فرهنگ به نسل‌های بعدی. ولی در هر زبانی دو دینامیک در تنشن، یکی دینامیک محافظه‌کارانه چون می‌خوایم زبان رو حفظ کنیم، چون قسمتی از میراثمون و هویتمون رو حفظ می‌کنیم، و یک دینامیک نوآورانه چون زبان موقعی که صحبت میشه عوض میشه به دلایل مختلف. اگر بعد فرصت شد به این دلایل اشاره خواهیم کرد. اینه که مسلماً به عنوان زبان شناس من هر زبان یا گویش یا لهجه‌ای که از بین میره دلم میسوزه، ولی در عین حال به عنوان یک زبان شناس میدونم که این چیزیست اجتناب ناپذیر و با هر از بین رفتن هر زبان و هر لهجه زبان و لهجه دیگری ایجاد میشه. من چیز اولی که میگم در واقع به دانشجوام جز و اولین کلاسا موقعی که از فرانسه بعد حرف زدن صحبت میکنن میگم اگر اجداد شما لاتین رو بعد صحبت نمیکردن شما امروز فرانسه صحبت نمیکردید. آیا چنین آقای رضاخانی حفظ لهجه یا از بین رفتن لهجه ها خارج از دست ماست؟ غیر ارادیه، بنابراین اجتناب ناپذیره مثلا اگر لهجه ای از بین میره؟ به نظر من دقیقا همینجوری که آقای فرید نژاد و خانم سامویلیان فرمودن دقیقا اجتناب ناپذیره. ولی این تفاوت که یکی معتقده که حفظش باید کرد لهجه رو، ولی نفر دیگر این رو روی کردی محافظه کارانه. من از این طرف خانم سامویلیان موافقترم و فکر میکنم صحبت ایشون از یه نظری بیشتر معنی میده، برای اینکه از دست ما خارجه. یکی از مسائل سوالی که شما مطرح کردین که فاعل این فعل حفظ کردن کیه، چه کسی باید این رو حفظ کنه؟ کسی غیر از گویشوران این گویش‌های مختلف نمیتونه اینا رو حفظ کنه. به نظر چه کسی رو باید ما تشویق کنیم که این کار رو بکنه؟ مثلا چه کسی ما کی هستیم که باید این کار رو بکنیم؟ مسئله مهمتره. من کاملا با حرف آقای فرید نژاد که اینو باید حفظ کنیم موافقم، ولی خب راه حفظ شاید از خیلی مواقع این خواهد بود که محققینی مثل ما برن لهجه ها رو جمع کنن. یکی از کارهایی که من خودم انجام دادم این بوده که لهجه جمع کردن بوده و خب از بین رفتنشون اجتناب ناپذیره، ولی خب باید بیشترین کمک رو کرد که آثاری از این گویش ها بمونه. یکی از مسائل دیگه هم برای ما این هستش که لهجه رو و گویش رو باید بهش توجه کنی و این مسئله است که بعدا ان شاءالله تو این برنامه در مورد صحبت می‌کنیم. به نظرم آموزش میتونه همچنان مهم باشه. براتون یه مثالی میزنم. ما وقتی که به مثلا تاریخ تدوین زبان آلمانی نگاه می‌کنیم، من مثال بیشتر میزنم برای اینکه الان میتونه کمک بکنه، یک زبانی الان به عنوان زبان معیار یا لهجه معیار آلمانی صحبت میشه. وقتی به تاریخچه‌اش نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از بین لهجه‌های مختلفی که وجود داشته، از بین صورت‌های مختلفی که در ایالت‌های مختلف در مکان‌های مختلف صحبت می‌شده، یکیش تونسته خودش رو تبیین کنه و تثبیت کنه به این لهجه، به عنوان لهجه معیار، به عنوان لهجه‌ای که میشه بهش استناد کرد و لهجه دانشگاهی شده و لهجه پرستیژ شده در واقع. این لهجه، لهجه‌ای که در واقع برای اولین بار گوتنبرگ در ترجمه لوتر در ترجمه آلمانی کتاب مقدسش استفاده میکنه. این ترجمه آلمانی کتاب مقدس تبدیل میشه به اولین متن مکتوب معتبر. این به همه صومعه ها، به همه کلیسه ها فرستاده میشه. اولین آموزش ها، اولین مدرسه ها، در واقع سازمان اصلی پخش کننده و ترویج کنندهش صومعه هست، کلیسا هستش. این به عنوان لهجه معیار در نظر گرفته میشه و به مرور این پخش میشه به تمام جای آلمان میره و کل سرزمین رو در بر میگیره. میتونیم نمونه مشابهش رو هم در زبان فارسی مثلا ببینیم. ما از بین موارد مختلف گویش های مختلف یکیش جایگزین میشه. این یکی گویشی هستش که مهمترین متن ادبی ایران بهش نوشته شده، شاهنامه بهش نوشته شده. این خودش رو گسترش میده، خودش رو تثبیت میکنه از راه آموزش. به نظر من بخش مهمی میتونه یعنی باشه. اگر ولی خب موارد سیاسی و فرهنگی همه بهش اضافه میشه. یعنی اگر لهجه تهرانی لهجه معیار شده به دلیل شاهنامه است یا دلایل دیگه هم داره؟
نه فقط به دلیل شاهنامه، به خاطر شاهنامه نیست، به طور کلی اگر در جوامع مختلف نگاه کنیم، لهجه یا زبانی که تبدیل میشه به زبان معیار، زبانیه که در واقع زبان اون قشر یا طبقه ایه که با قدرت سیاسی در مسلطن، قدرت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دست اون است. بنابراین این لهجه برتری به لهجه های دیگه نداره. از نظر زبان شناسی هم حتی معنی نداره بگیم چه لهجه برتر از لهجه دیگه، و به خاطر اینکه لهجه یا لهجه ایه که یا زبانیه که چیزهایی توش نوشته شدن، ولی به هر حال به خاطر اینکه غالب بشه باید با قدرت اقتصادی و سیاسی در تماس باشه، و الا هیچ لهجه معیار نمیشه تا اون موقعی که با این قدرت در تماس نه دست این قدرت نباشه. آقای رضاخانی، شما زبانشناسی تاریخی خوندی، به ما بگید که لهجه تهرانی چطوری شد زبان یا لهجه مسلط در ایران؟ گویش تهرانی همونجوری که فهمیدی من زیاد باش موافق نیستم، ما یک گویش مرکزی ایران داریم. شما میگید گویش ولی لهجه نمیگید؟ نه لهجه نمیگم، برای اینکه برای من لهجه یعنی طرز تلفظ زبانی دیگر توسط گویشوران یک زبان دیگه. یعنی اگر کسی زبان مادری زبان ترکیه و میاد فارسی حرف میزنه لهجه داره، در صورتی که کسی که داره در شیراز صحبت میکنه گویش شیرازی داره. و از نظر ما، البته اینجا من اصولا ارزش گذاری فکر نمی کنم درست باشه، ولی اگه میخوایم ارزش گذاری کنیم، ارزش لهجه شیرازی و لهجه حالا معیاری که داریم صحبتش میکنیم یه مقداره. ولی اصولا گویش تهرانی، من قبول ندارم که این گویش تهرانیه، ما داریم یه گویش مرکزی ایران رو صحبت میکنیم. و چیزی که گفتن شاهنامه یه گویش شرقی ایران و یه گویش خاص خراسانه. شما در لهجه خراسانی میگید به او میگویم، که این زبانیه که ما به عنوان زبان رسمی و شاید تلویزیونیمون صحبت میکنیم، در صورتی که در گویش معمولی میگیم بهش میگم، یعنی او تبدیل هش میشه که خودش فقط یک پسفنده. این لهجه تهرانی که ما داریم صحبتش رو میکنیم در واقع یک لهجه ساخته شده است، لهجه معیاریه. از کی معیار شد این لهجه؟ به نظر میاد از دوره قاجاریه و 100% از موقعی که اصولا رسانه در ایران پا گرفته. همونجوری که گفتن این چیز، طرز تلفظ، فونولوژی زبان تهرانی به نظر ارزشش بالاتر میاد، در صورتی که این متفاوته با اون لهجه معیار. پس اگر لهجه‌ای به این ترتیبی که آقای رضاخانی میگه به دلایل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، به دلیل اینکه یک قدرت مسلط پشتش هست، غالب میشه و بقیه لهجه ها به حاشیه رونده میشه، آیا واقعا اون آموزشی که شما ازش صحبت کردی میتونه کارایی داشته باشه در حفظ لهجه ها و جلوگیری از زوالشون؟ ببینید، آموزش هم بخشی از این قضیه است. من در تایید مواردی که گفتن میگم که زبانشناس ماکس واینرایخ که متخصص مطالعات ییدیش بود نقل میکنه در یکی از سخنرانیاش، میگه که یکی از کسانی که در سخنرانیش حضور داشت یک جمله ای رو، یک تعریفی رو میاد برای اینکه خودش مشخص کنه که من متوجه شدم بحث یا نه، به این میگه. و این تعریف انقدر از نظر این جالب میاد که بعدا در همه کتاب های زبانشناسی نوشته میشه که وقت در مورد زبان و لهجه و گویش هست. و اون میگه که یک زبان در واقع یک گویش هست به همراه یک ارتش. این ارتشی که این یک زبان همراهش داره در واقع مجموعه‌ای هست از همه این موارد، مجموعه هست از قدرت سیاسی، مطبوعات در دنیای مدرن، رادیو، تلویزیون، اینا همه ارتشی هست که به این مجموعه اضافه میشه. بعدها زبانشناس بریتانی کویرک اومد تعریف رو کمی تغییر داد، گفتش که این یک زبان، یک لهجه‌ای هست با یک ارتش و با یک پرچم. و به این ترتیب خواست بیه که حالا اینجا مفهوم هویت هم داره بهش اضافه میشه، یعنی که حالا نه فقط یک قدرت سیاسی، قدرت اجتماعی، یک طبقه خاص پشتش هست، بلکه یک مفهوم بزرگتری به اسم یک مفهوم ملی هم پشتش داره. برای دمیدن روح ملی یک لهجه‌ای رو برمی‌کشه. دقیقاً نمونه‌اش رو، نمونه خوبش رو ما می‌تونیم مثلا در مقایسه با زبان‌های سوئدی، نروژی و دانمارکی ببینیم. از نظر زبانشناسی اینها هر سه یک زبان هستن، اما ما هیچ وقت نمی‌بینیم که در سوئد مردم نروژی حرف می‌زنن. درسته تفاوت‌های آوایی وجود داره، متفاوت تلفظ میشه، ما میتونیم بگیم، ولی واقعا از نظر زبانشناسی ما با سه تا زبان مختلف سر و کار نداریم، اما با سه تا هویت ملی مختلف سر و کار داریم. و همین خاطر اونجا صحبت از این میکنیم که در این سه کشور در سه زبان مختلف صحبت میشه. معیار تفاوت زبان از یک زبان به زبان دیگه اگر خیلی بخوایم سادهش بکنیم در حد ابتدایی از نظر زبانشناسی فهمیدن طرف مقابله،
اگر دو نفر میتونن زبان همدیگه رو بفهمن، ما هنوز از محدوده یک زبان خارج نشدیم. بله، من برمیگم به همون سوالی که از شما پرسیدم، چقدر در این روند وقت آموزش میتونه موثر باشه؟ خب آموزش بخشی از این ساختاره. وقتی که ما میگیم که قدرت سیاسی پشت این، یک نهاد سیاسی پشت این قضیه قرار داره، یک دولت مرکزی قرار داره، به هر حال هر نهاد سیاسی هر قدرت مجموعی از باورها رو با خودش داره. میخواد به مسائل ملی بیشتر تلقی کنه، تکیه بکنه، میخواد به مسائل مختلف تکیه بکنه. به هر حال نهاد آموزش در دست نهاد قدرته. این سوالی است خانم سامبلیان، اگر نخبگان و بخشی از این نخبگان زبانشناسا هستن، بتونن این باور رو مسلط کنن که هیچ لهجه‌ای فی نفسه بد یا ناکارآمد نیست، همونجوری که شما گفتی از نظر زبانشناسی لهجه ها یکسان هستند، و این رو به دستگاه سیاسی بتونن بفروشن، آیا این نمیتونه راهی باشه برای حفظ لهجه ای؟ ببینید اینجا چند تا مسئله خیلی پیچیده به هم مربوط میشن. موقعی که ما از زبان صحبت میکنیم، فقط از زبان صحبت نمیکنیم، از روابط اجتماعی صحبت میکنیم. زبان محل تبول روابط اجتماعیه. ما موقعی که صحبت میکنیم فقط محتوای چیزی که میخوایم بگیم نمیگیم، بلکه خیلی چیزای دیگر هم میخوایم بیان کنیم. موقعیت اجتماعیمون، قدرتمون، میخوایم قانع کنیم، می‌خوایم کنترل کنیم، و خیلی همه این روابط توی زبان متمرکز میشن، عمدتاً توی زبان متمرکز میشن. بنابراین این یک جنبه است موقعی که میرسیم به مسئله لهجه. مسئله دیگه ای که از باز مسئله پیچیده‌ایه، به خاطر این راجع به این مسئله واقعا نمیشه به این شکل ساده صحبت کرد، که وجود لهجه ها معمولا دلیل داره. من لهجه رو در تعریفی میگیرم که لهجه نحوه تلفظ یک شخص یا یک فرده، که نحوه تلفظ اون شخص یا فرد رو از نحوه تلفظ اشخاص و گروه های دیگه متمایز میکنه. اگر این تعریف رو بگیریم، هر کسی لحجه خودش داره، هر کسی لحجه داره و لحجه هر کدوم ما یک تاست، یگانه است. همونطور که بهتون گفتم اثر انگشت ما یگانه است، صدامون یگانه است. منتها موقع که از لحجه صحبت میشه، لحجه گروهی معمولا مد نظره. لحجه ها وجود یک لهجه معمولا دلیل داره، دلایل عینی داره. مثلا اگر ترک زبانان، آذری زبانان ایران فارسی رو با لهجه خودشون لهجه خاصی صحبت میکنن، به خاطر معمولا یکی از دلایل اساسی وجود لهجه تماس بین دو یا چند زبانه، و معمولا تاثیر تلفظ یکی از این زبانها روی زبان دیگر. این در مورد اخص ترک زبانان، نظام آوایی زبان ترکی تأثیر میذاره روی دقیقاً. نحوه تلفظ فارسی دقیقاً. و تمام، نه تنها فقط لهجه، چون میخوام بحثو ببرم توی مورد تکنیک لهجه چیه، گویش چیه، زبان چیه. ببینید زبان مقوله خالصی نیست، هر زبانی اختلاط و به هم آمیزی زبان‌ها و لهجه‌های مختلفه. فارسی که ما امروز صحبت می‌کنیم، آقایان خیلی از من دانشمندترن تو این زمینه، فارسی کهن زبانی بوده که شکل گرفته در تماس با زبان ماد، در تماس با زبان ایلامی، در تماس با زبان آرامی، در تماس با زبان بابلی، و خیلی از ساختارهایی که در فارسی امروز هست ساختاری‌هایی که به شکل تیپیک هندو اروپایی نیست و به احتمال زیاد از تماس با این زبان ها اومده. بنابراین زبان مقوله خاصی نیست و مقوله جاودانی هم نیست و یک ماهیت یا هویت ابدی نداره. اگر به همون تعریف شما برگردیم که گفتید مثلا لهجه ترکی در ایران حاصل نظام آوایی زبان ترکی است وقتی که این گویشور میخواد فارسی رو صحبت کنه، با این تعریف شما اصلا لهجه از بین رفتنی نیست، برای اینکه زبان ترکی که هست و گویشور داره دیگه. چنین آقای رضاخانی، میتونیم اصلا بگیم که بنابر اصلا این نگرانی بیجاست، برای اینکه هیچ لهجه چنین لهجه‌ای از بین نمیرن؟ نه دقیقاً، اگر به خاطر این بود که من سعی کردم فرق بین لهجه و گویش رو درست کنم، چون در قضیه حفظ لهجه ترکی در واقع حفظ زبان ترکیه. شما اگه زبان ترکی رو، چون تا زبان ترکی هست لهجه ترکی، لهجه ترکی هم خواهد بود. به هر حال یه دونه گویشور ترکی صدای جیم فارسی رو حالت ز تلفظ میکنه و همیشه هم خواهد کرد اگر زبان مادریش اون بمونه. مسئله بیشتر اینه که شما چجوری لهجه
شیرازی رو حفظ میکنی. شما یعنی اون چیزی که شما میگید گویش، گویش شما چه جوری گویش اصفهانی رو حفظ میکنی، شما چه جوری گویش مشهدی رو حفظ میکنی، چون اینها حتما همینجوری که خانم سانویلیان فرمودن در به خاطر شرایط زبانی و اقلیمی مختلفی به وجود اومدن، ولی الان دلیل نده شما یه دونه شیرازی چیزی نداره بهش برگرده غیر از لهجه خودش. اگر اینجا بهش این ارزش داده بشه که کرد درست تر از کرده، خب میتونه این لهجه کاملا تغییر کنه و چیزی هم نخواهد بود. این من درکم از سوال اولیه شما در حفظ لهجه در واقع حفظ این گویش ها بود که بله. این گویش ها رو چه جوری میشه زیاد، چون بس حفظ زبان متفاوته. بله بیشتر ما اگر اجازه بدید گویش رو کنار بگذاریم و زبان رو هم که یه مفهوم کلی تر کنار بذاریم، روی لهجه تکیه کنیم، برای اینکه بحث ما یه بحث اجتماعی به یک معنا. ما میخوایم ببینیم که چرا بعضی از لهجه ها مایه سرفکندگی شمرده میشه حتی اگر اذعان نشه بهش. چرا این همه شوخی و خنده و تمسخر لهجه خاصی لوری، تازگی ها در ایران باب شده، قبلش ترکی بود. آقای فرید نژاد میگن میشه آموزش داد و این آموزش میتونه باعث شه اون گویشور احساس سرفکندگی نکنه از اینکه به این لهجه صحبت میکنه. این آموزش به نظر شما کفایت نمیکنه؟ شما چی رو میخواین آموزش بدین؟ چون موقعی که میخواین در مدرسه معلمان با لهجه اصفهانی مثلا حرف بزنن توی اصفهان، اینه منظورتون از آموزش؟ نه منظوری نیستش که لهجه رو آموزش بدین، منظور اینه که این آموزش یا در واقع این روشنگری رو داشته باشیم که هیچ کدوم از اینها به تنهایی بار اجتماعی مثبت یا منفی ندارن. ما باید این رو آموزش بدیم که هر لهجه‌ای در جای هر زبانی، چون به هر حال لهجه مترتب بر زبان، یعنی در واقع باز برمیگردیم به همون صحبت که ما باید در واقع اهمیت اون گویش رو، اون زبان رو بهش تاکید بکنیم. اهمیتی که به نظر شما به دلیل اینه که پشت اون گویش یک فرهنگی هست و هویتی هست. برای اینکه اون فرهنگ هم چیزی کمتر از برای مثال فرهنگ پایتخت نداره، در واقع عامل تمایز اجتماعی نیستش. به این معنی نیستش که اگر من یک گویش دیگری رو صحبت میکنم به این ترتیب از پایگاه اجتماعی پایین تری برخوردارم و این به تبع بعد که برمیگردم زبان معیار رو بعد صحبت خواهم کرد که خب اون بحث دیگه ای خواهد بود، خب گویش من میتونه منتقل بشه. حالا برای مثال مثلا این کار فرهنگی انجام شده، یک استاد دانشگاه وقتی که از سوئیس به آلمان میاد در یک سخنرانی آلمانی صحبت میکنه ولی همچنان لهجه سوئیسی خودشو داره و اون لحظه احساس نمیکنه که حالا از موضع پایین تری داره برخورد میکنه. ولی این لهجه اگر آموزش داده بشه که فی نفس منفی نیست، این در یک بستر اجتماعی و سیاسی خاصی باید باشه دیگه. این کاملا آموزش درسته. اگر اون بستر فراهم نشه، این آموزش واقعا چطوری میتونه کارآمد واقع بشه؟ بذارید مثالی بزنم. در بریتانیا تازگی ها آروم آروم مد شده یا باب شده که بعضی از مجریان تلویزیون از لهجه اسکاتلندی استفاده میکنن. این یک روند شاید چند صد ساله پشتشه دیگه که حالا لهجه فی نفس بد نیست. آیا در ایران واقعا چنین چیزی امکان پذیر است؟ به صرف آموزش دادن میشه چنین کاری کرد؟ به هر حال یک بخش، یک قدم، شاید یک قدم مهم یا یک قسمتی از یا شروع کار ما باید با این ترتیب انجام بشه. دستان سیاستگزارای فرهنگی باید به این قضیه توجه بکنن، کما اینکه تا جایی که من میدونم شبکه‌های استانی تو ایران هستن و فعال هستن و خب گوینده‌ها در واقع نه فقط به زبان‌های رایج در منطقه بلکه خب به گویش‌های اون محدوده هم صحبت میشه. ولی مشکل اصلی اینه که این مرکزگرایی در ایران باعث میشه که در واقع پایگاه اجتماعی مرتبط بشه با یک لهجه و یا با یک زبان خاص. رو این قضیه باید از نظر فرهنگی کار کرد. گزارشی میخوندم یه جایی راجب بررسی شخصیت ها در یه تعداد از آثار رمان های نویسندگان معاصر ایران و بعد اونجا تقسیم بندی شده بود که چه تیپ‌های شخصیتی به چه زبان یا چه لهجه‌ای صحبت می‌کنند و به طرز اعجاب‌آوری در یکی از این تحقیقات توی این حوزه خاصی که خب رمان‌هایی که انتخاب شده بود، خب هیچ دکتر یا پزشک یا مهندس یا سیاستمداری تصادفاً لوری صحبت نمی‌کرد. این نکته مهمیه، این که سیاستمدار یا هنرمند یا کسی که
فرد متنفذیه به لهجه لری صحبت نمیکنه، خود همین انگیزه ای نیست برای اینکه کسی که میخواد ترقی اجتماعی بکنه اون لهجه رو کنار بگذاره؟ به خاطر همین گفتم مسئله لهجه به شکل خیلی نزدیک به مسئله روابط اجتماعی برمیگرده. میخواستم یه مثالی براتون بگم، چون از سالهای 60-50-60 تو زمینه جامعه شناسی زبانی خیلی کار شده تو این مسئله. یکی از کارهای خیلی جالب و میشه گفت کار پیشکسوت تو این زمینه کارهای ویلیام لیبوفه. لیبوف در سال 1960 لهجه یا گویش ساکنان جزیره کوچیکی توی ماساچوست به نام مارتاز واین یارد که الان دیگه خیلی معروف شده و گرونترین جزیره ایالتی آمریکاست. لیبوف در سال 60 لهجه ساکنان این جزیره بررسی میکنه، چون در سال 1930 یک اطلسی از گویش های آمریکا نوشته شده بود و لیبوف این رو به عنوان پایه داشت که بدونه به چه شکلی بوده لهجه ساکنان این جزیره. به نتایج خیلی جالبی میرسه. یکی از نتایجی که بهش میرسه اینه که یکی از مشخصات این جامعه اینه که موقعی که لیبوف روش کار میکرد ساکنان دائمی جزیره حدود 6000 نفر بودن و تابستون از 6000 نفر به 4000 نفر میرسیدن. بقیه این اشخاصی که میومدن کسانی بودن که برای گذراندن تعطیلاتشون میومدن. چیز جالبی که نتیجه جالبی که لیبوف بهش رسید اینه که با اینکه در سال 30 توی اطلس زبانشناسی گویشناسی آمریکا به این مسئله اشاره شده بود که نحوه تلفظ بعضی از حروف صدادار ساکنان این جزیره عوض شده به طرف انگلیسی استاندارد رفته، 30 سال بعد کار لیبوف دقیقا خلاف اینو نشون میداد که دوباره برگشت شده به نحوه تلفظ ساکنان بومی جزیره. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که تفسیر لیبوف این بود که این تغییر لهجه به خاطر این بوده که اهالی جزیره میخواستن هویت خودشونو ضد کسانی که میومدن اونجا فقط تعطیلات بگذرونن برگردن حفظ کنن. بنابراین لهجه همینطوری که بهتون گفتم یک محل ثبت نه تنها هویت ما، چون هویت چیزیه که تغییر میکنه، بلکه محل ثبت روابط اجتماعی و مبارزات اجتماعی ماست تا حد زیادی. و به خاطر اینکه یه لهجه حفظ بشه باید انگیزه ای باشه برای حفظش. خب بر این اساس میشه گفت که نخبگان مثلا ترک زبان در ایران یا کرد زبان، لور زبان در ایران میتونن این روح هویتی رو بدمن در گویشوران که از این طریق اونها لهجه لوری، کردی، ترکی خودشون رو حفظ کنن؟ این تغییرات از بالا نمیاد معمولا. این یکی دیگه از نتایج کار لیبوف بود که تغییرات زبانی به دو شکلن، شاید البته خیلی اشکال خیلی بیشتر بله، ولی دو جو، یکی تغییرات که از بالا میان و معمولا تغییراتی هن که میرن در جهت زبان با پرستیژ، لهجه معیار. تغییراتی که از پایین میرن و معمولا تمایز زبان با پرستیژ رو از زبان با پرستیژ دور میشن تا حد زیادی. و نظر لیبوف این بود و نظر خیلی از جامعه شناسان زبانی اینه که این تغییرات دوم که از پایین میان تغییرات به شکل ناگهانی هستن و بیشتر در عکس العمل ایجاد میشن. بنابراین برنامه ریزی نمیشه کرد و یک بستر اجتماعی نیاز داره. شما بر همین اعتقادید، یعنی تا بستر اجتماعی مناسب رخ نده که کلی مؤلفه‌های مختلف داره نمیشه واقعا در مورد از بین رفتن یا زوال لهجه ای تصمیم گیری کرد؟ احساسم اینه که دقیقاً اصل کل قضیه به بستر اجتماعی برمیگرده. در مورد سوال آموزشی که شما فرمودین، من فکر کنم اگر هم حتی بشه آموزش از بالایی داد، بیشتر آموزش به گویشوران لهجه های معیار و اون چیزی که شما به نظر آمد که چندین دفعه روی قضایی های مسخره کردن و خنده دار بودن، شاید باید به گویشوران اون لهجه ها و گویش هایی که مسخره می کنند بیشتر آموزش داد که لزوماً لهجه لوری لهجه خنده داری نیست، یا اینکه راجع به زبان ها یاد داد. ولی این مسئله پرستیژ اصل مسئله است، بستر اجتماعی که داره. ولی فقط شما هایی که به لهجه معیار صحبت میکنن در مورد اخص ایران، اونهایی که لهجه تهرانی صحبت میکنن نیست. من یه جمله رو از یک متن زبانشناسی براتون میخونم، میگه که تلاش یک گروه زبانی برای حفظ لهجه
بستگی زیادی دارد به حس و حالت روانی این گروه زبانی در مقابل اجتماع زبانی اکثریت. بله. گروهی که جذب زبان و فرهنگ اکثریت می شود و شیفته اون می شود، برای حفظ لهجه خود کاری نمی کند. به این ترتیب گویشوران لهجه هایی مثل لهجه ترکی، کردی، رشتی، اینها هم قطعا باید حس بکنن که لهجهشون مایه صرفکندگی نیست. در بستر اجتماعی ایران چه این چیزی امکان پذیر هست واقعا؟ به همین خاطر هستش که گفتم که اگر اجازه داشته باشم که حالا مخالفت بکنم در این قضیه، مطمئنا بسترهای اجتماعی اون چیزی که اتفاق میفته تأثیر گذاره، اما در دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم و به خصوص در مباحث زبانشناسی خیلی مبحث مهمیه این تأثیر مطبوعات و این بمباران شدن مطبوعاتی، بمباران شدن تصویری، صدا، رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها عامل خیلی خیلی تاثیرگذار و مهمه. شما نمی‌تونید دائم در تلویزیون برنامه‌ای پخش کنید که شخصی تیپی خاصی در سریالی در تلویزیونی لباس خاصی میپوشه، به لهجه خاصی صحبت میکنه و این همیشه به یک طبقه خاص اجتماعی تعلق داره و در مقابل کسی که موفق پیشرفت داره همیشه داره زبان معیار صحبت میکنه. مردم عادی نگاه میکنن ببینن که مثلا قهرمان مورد علاقه شون در فلان سریال تلویزیونی در فلان فیلم چجور لباس میپوشه و چه لهجه ای داره. اگر ما مثلا مثل بابا طاهر نمونش رو 10 تا شاعر دیگه هم داشتیم، خب آشناییمون یا تمایلمون نسبت به اون لهجه خاص بیشتر میشه. ما وقتی که بابا طاهر رو میخونیم احساس نمیکنیم مثل خندداری داریم میخونیم، اونجا تصورمون یک شخص خاصه، یک افسانه دور این شخص هست، یک چیزهایی در موردش میدونیم که آدم بسیار مهمیه. حالا ممکنه اگه از این نفر بپرسید که حالا چرا بابا طاهر شخصیت مهمیه، نتونه به شما جواب بده، اما خب به هر حال در روزنامه، در تلویزیون، در مدرسه یاد گرفته که یک شاعر بزرگه، بعد شعرهاشو میخونه، به این لهجه خاص میخونه، لذت هم میبره، براش به عنوان جوک و خنده و سرگرمی هم نیست. اما حالا اگه یک نفر حالا شروع کنه دوباره به همون زبان شروع کنه راجع به یک متن علمی صحبت بکنه یا بحث سیاسی بکنه، ممکنه یک نفر شروع کنه به خندیدن، برای اینکه براش آشنا نیست، نمیتونه این مفهوم رو، نمیتونه این پیش زمینه رو با این لهجه خاص تطبیق بده. برای اینکه هر وقت راجع به یک موضوع جدی راجع به سیاست و ادبیات شنیده یا براش حرف زدن، همیشه با لهجه خاص باش حرف زدن، همیشه با لهجه معیار باش حرف زدن. من اولا این مسئله لهجه معیار و لهجه های دیگه ای که معمولا مسخره میشن یا تحقیر میشن فقط خاص ایران نیست. بله. و باز به خاطر اینکه این مقوله مقوله اجتماعیه و مسئله پرستیژ رو در مقابل استیگما مطرح میکنه و فقط تو زبان نیست، تو لباس پوشیدن هم هست. ما الان راجع به لهجه صحبت میکنیم، چرا لباس های محلی رو حفظ نکنیم مثلا؟ اینا که فکر میکنم که یه چیزی که واقعا باید هوشیار بود در موردش و به نظر من یکی از خطرهایی که هست موقعی که زبانشناسان خصوصا از حفظ زبانها، گویش ها و لهجه ها صحبت میکنن، اینه که به این زبانها، به مقوله فولکلور، به این گویش ها، به مقوله فولکلور و موزه‌ای توجه نشه. زبان موزه نیست. بنابراین اینکه از نخبگان یک کشور بخوان کاری کنن که لهجه ها حفظ بشه، من حتی نمیدونم چجوری میشه این کارو کرد. ممکنه دید رو عوض کرد، ولی موافقم که از نخبگان نمیتونن لهجه رو حفظ کنند، ولی دقیقاً فکر میکنم بحث اینجا به این داره پیش میاد که لزومی نداره که نخبه یک زبان شناس باشه. این نخبه میتونه یک آدم برگزیده، چه میدونم، چیزی که هر کسی مثلا جراح مغز و اعصابی باشه، بنده باشه، یک وکیل باشه، که میاد هر همین، حالا شاعر هم باز رو زبان، ولی مثلا یک ریاضیدان بزرگی باشه که بیاد و مثلا خیلی راحت با لهجه محلی خودش صحبت کنه. بله. که این اتفاقا میفته هم، ولی بازم به این برمیگرده که آیا شما دارین رو به عنوان زبان مادریت و در زبان، چون برای یک ترک زبان فارسی صحبت کردن یک زبان خارجی صحبت کردن، همینجوری که بنده و شما اینجا سعی میکنیم انگلیسی رو با لهجه فارسی صحبت نکنیم، با لهجه صحیح انگلیسی صحبت کنیم، برای یک نفر کسی که زبان مادری زبان ترکیه، خب برای صحبت کردن زبان فارسی یک زبان خارجی و نمیشه سرزنشش کرد، سعی میکنه زبان فارسی رو به قول معروف توی کروشه درست صحبت کنه. ولی میشه این ارزش رو برداشت از روی اینکه اگر شما زبان فارسی رو با لهجه ترکی صحبت میکنی، داری کار اشتباهی میکنی. کما اینکه شما اگر یه نفر ریاضیدان ایرانی هستی و زبان انگلیسی رو درست ولی با لهجه فارسی صحبت میکنی، هم لزوما درش ولیو منفی نداره. دقیقاً. الان خیلی
زبان انگلیسی رو با لهجه آفریقایی صحبت میکنن و هیچ مضمون شمرده نمیشه. فقط مسئله پرچم هم نیست. ببینید مثلا اگر به مثلا اینکه اینا گروه های اجتماعی هستن، گروه های اجتماعی منسجم و این زبان رو صحبت میکنن، بنابراین زبان به شکل صحبت اونا کم کم عوض میشه. اگر فرانسه کبک رو در نظر بگیریم که چند قرن بیشتر تفاوتش نیست با فرانسه فرانسوی، و میدونیم که کسانی که تو کبک فرانسوی صحبت میکنن اجدادشون فرانسویای فرانسه بودن. کبکی امروزی رو بعضی از من موقع که کبکی گوش میکنم نمیفهمم گاهی، انقدر فرق این دو زبان زیاد شده، به خاطر اینکه یه گروه اجتماعی هست به شکل منسجم این زبان رو صحبت کرده و این زبان عوض شده به اینجا رسیده. خب به این ترتیب البته فکر کنم که اینجا یه نکته‌ای داره یه خورده کم رنگ میشه و این خیلی مهمه که فقط صرف یک گروه بزرگ زبانی به نظرم نمیتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه این جای خودش رو بگیره. مثلا از جامعه امروز آلمان اگه من براتون مثال بزنم، خب بخش بزرگی از مهاجران فعلی و حتی نسل دومشون خب مهاجرانی بودن که از ترکیه مهاجرت کردن و خب اینها آلمانی رو با لهجه خاصی صحبت میکنن، اما این گروه مهاجران تا به امروز دست کم این سرمایه اجتماعی و فرهنگی رو نتونستن برای خودشون دست و پا بکنن. اینها گروه مهاجرانی بودن که به عنوان کارگر ساده اومدن، یعنی جامعه نخبه ترک زبان ترکیه لحجه مهاجرت نکرده، که نشون میده لهجه و پرستیژ اجتماعی تنگاتنگ هستن. بله این سرمایه اجتماعی رو ندارن، تعداد گویشورشون بسیار زیاده ولی این سرمایه اجتماعی رو ندارن. خب اگر همین رو به عنوان یک مدل راهنما در نظر بگیریم، میشه گفت راه حفظ یک لهجه کاری که شما میخواید بکنید اینه که به اون گروه زبانی که اون لهجه رو استفاده میکنن بگیم مرتبه اجتماعی خودتون رو ببرید بالا. میشه گفت و میشه این رو گفت. در واقع باید بهشون در واقع فضا باید جوری فراهم بشه یا حداقل دست کم این اطمینان زبانن از طرف گروهی که در واقع قدرت اجتماعی رو در دست دارن داده بشه که برای اینکه ما تو رو بپذیریم لازم نیست که زبان خودت رو عوض کنی، لازم نیست که به گویش ما حرف بزنی، لازم نیست که لهجه خودت رو عوض کنی. تو میتونی یک دانشمند باشی، تو میتونی یک وکیل باشی، یک پزشک باشی در جمع ما، اما همچنان به گویش شیرازی صحبت بکنی، همچنان اگر ترک زبان هستی همچنان لهجه ترکی خودت رو هم داشته باشی. یه صحبت من راجع به این دو تا داشتم. این مسئله خودش به یه مرحله دوم ارزش‌گذاری زبانی می‌انجامه. توی انگلیس ما این صحبت رو داشتیم، تو قرن 14 و 15 یک شاخه زبان انگلیسی در اسکاتلند به اسم براد سکاتس شروع کرده برای خودش جداگانه دیولپ شدن. بعد در یه موقعی شما یه شاعری داشتی به اسم رابی برنز که برداشته برای این زبان لهجه خودش که لهجه قسمت شرق اسکاتلنده شعر نوشته و لهجه اسکاتلندی رو برده به یه مرحله. الان مسئله اینه که خود این باعث شده لهجه برادسکاتس شرق اسکاتلند لهجه های غرب و شمال اسکاتلند رو هم تحت تاثیر قرار داده. الان مثلا به شما بگم که شما یک شاعری پیدا کنید که لهجه خرم‌آبادی رو بیاره و به یه ارزش بالایی برسونه، این در مسئله محلی میتونه لهجه علی گودرز، لهجه بروجرد، تمام جاهای دیگر تحت تاثیر قرار بده و اون برای خودش ارزش گذاری بشه. یعنی بروجردیه، بازم اگه بروجردی حرف بزنه داره اشتباه حرف میزنه، اگه میخوای شما درست حرف بزنی باید خرموی حرف بزنی. نکته مهمی تو صحبت‌های خانم سامویلیان بود در ابتدا که ازش گذر کردیم، اون اینکه لهجه‌هایی ممکنه بمیرن به دلایل اجتماعی، از جمله کسانی که به اون لهجه صحبت میکنن احساس سرفکندگی کنن. در خانواده ها از یک نسل دیگه میبینیم لهجه از بین میره، اما در این حال لهجه هایی به وجود میاد. چه نیست آقای فرید نژاد؟ یعنی این روند نوزایی در این حال در کار هست و ممکنه لهجه 20 سال 30 سال دیگه به وجود بیاد که ما الان نمیتونیم پیش بینیش بکنیم. بی تردید همینجور خواهد بود، لهجه ها به وجود میان، از بین میرن. نکته ای که من اول برنامه گفتم منظور بر این بودش که دست کم ما نباید آگاهانه یا با هدفمند سعی بکنیم که فرایند حفظ اینها از بین بره، فرایند حفظ اینها مختل بشه، اما اینکه زبان ها و لهجه ها به وجود میان و از بین میرن بحثیه که نه در کنترلش نه در حوزه اختیار هیچ زبانشناس یا هیچ سیاستمداری نیست. ولی از همون بحث به وجود اومدن لهجه ها میشه این نتیجه گیری کرد که نیازی حس نکنید که این رو حفظ کنید یا اون رو نگه دارید، به دلیل اینکه خود زبان ها لهجه های جدیدی ایجاد میکنند. نکته ای که باعث میشه که
من به عنوان پژوهشگر احساس نیاز بکنم که حفظ کرد، همونطور که گفتم اینه که این راه دسترسی از بین میره. اگر دسترسی به فرهنگ از بین میره، و اگر ما معتقد هم باشیم که، و فکر میکنم که بقیه دوستان هم با این قضیه همراه خواهند بود، که فرهنگ یا تمدن هم همراه زبان تغییر میکنه و پیشرفت میکنه و عوض میشه، اگر یک جای این راه ارتباط ما با این قطع بشه، خب در واقع یه قسمتی از فرهنگ، یه قسمتی از اندیشه، یه قسمتی از فکر هم دیگه امکان پیشرفت، امکان بالندگی نداشته، اونجا اون هم مرده، اون هم از بین رفته. این نگرانی شما دارید؟ من چیزی که گفتم حتی از اینی که گفتین رادیکال تر بود. من گفتم زبان ها حتی موقعی که میمونن از بین میرن، و این اشتباه، یعنی در واقع هدف شما به یه شکلی توهمه، چون حتی موقعی که تلاش میکنیم ما برای حفظ یک زبان، و یک زبان میمونه بعد از چند قرن، همون که مثال من فرانسه رو بهتون زدن، دیگه اون زبان نیست. و من نمیم چجور ولی خانم سانبلیان، درسته که فرانسه کنونی فرانسه مثلا 100 سال پیش نیست، ولی راه دسترسی به فرهنگ غنی گروه زبانی که فرانسوی صحبت میکرده هست، یا ما شاهنامه رو کماکان میخونیم و حتی زبانهای میانه رو تا حدی میتونیم بفهمیم. اگر اما اگر لهجه‌ای از بین بره، ممکنه واقعا دیگه ندونیم که مثلا در بخشی از لرستان مردمی به لهجه خاصی ترانه های عامیانه می سرودن، اونها ممکنه از بین بره، چنین نیست؟ چرا؟ دقیقاً. ولی من به خاطر همین گفتم دید موزه‌ای نداشته باشیم راجع به زبان. اولا چیزی که میگین، رابطه‌ای که ما داریم با زبان، زبان خودمون به شکل تاریخی، همیشه این رابطه مستقیم نیست. یعنی چون فارسی از ده قرن پیش خیلی تغییر نکرده، چیزی که گفتم، چیزی که ما با قاطعیت میدونیم اینه که زبان ها تغییر میکنن، با چه سرعتی تغییر میکنن و در چه جهتی تغییر میکنن اینو نمیدونیم، هیچ کس اینو نمیدونه. بنابراین تلاش کردن برای حفظ یک زبان نمیتونه تلاش کردن برای موزه‌ای کردن اون زبان باشه، و همچین چیزی ممکن نیست. زبان به هر شکلی تحول پیدا میکنه و ما نمیدونیم به چه شکلی تحول پیدا خواهد کرد. شما آقای رضاخانی، آیا مثلا نگران این هستید که اگر لهجه خرم‌آبادی کم کم زوال پیدا کنه، دسترسی نداشته باشید به ترانه های عامیانه ای که در منطقه خرم‌آباد 50 سال پیش سروده می شده؟ اینجا مثلا این نگرانی نیست؟ این خودش یک نگرانی هست، ولی اینجا مثلا اینه که شما میتونی اون ترانه ها رو الان حفظ کنی، به صورت اینکه چه میدونم توی سوئیس، توی لندن، مرکز زبانهای در خطر است، شما میتونی بری همونجا که گفتم لهجه جمع کردن تمام چیزهایی که میتونی جمع کنی. ولی این صحبت موزه نکردن بسیار درست، همون مثال رو از لاتین آوردن و فرانسه در واقع لاتین غلطه. از یه نظر بخواید صحبت کنید، فارسی کلاسیک ما، فارسی فردوسی، در واقع تلفظ غلط فارسی میانه است. و بعد مسئله دیگه ای که هستش راجع به وجود اومدن لهجه ها، همیشه این لهجه هایی که ما الان حالا یا مسخره یا خارجی یا غیر استاندارد میدونیمشون، حتی اگر تغییر پیدا کنن روی زبان معیار تاثیر میذارن و نشانه های اون گروه جدید میشن. همین شما الان حرف ف رو قبل از ز در موقع تلفظتون تبدیل به واو میکنه، شما به جای حفظ میگین حفظ، که نشونه اینه که شما از منطقه غرب ایران میاد، شما دارید فارسی معیار صحبت میکنید، ولی در واقع دارید اثر زبان خودتون رو از نظر اثر گویش خودتون رو روی زبان معیار میذارید، و این خودش باعث تغییره. حفظ این موضوع، اینی که شما نگه دارید ازش اثر، نگه دارید این ترانه های فولک رو نگه دارید که برای تحقیق درست و قابل دسترس باشه، کاملا به نظر من کار درستیه و باید هم حتما پول خرجش کرد و باید هم حتما ارزش اجتماعی بهش داد. ولی به طور طبیعی نمیشه جلو این رو گرفت که این تغییر میکنه، شما نمیتونید نگهش دارید. نکته دیگه من می‌خواستم بگم این که صحبت می‌کنیم مالاجع به لهجه‌ها، مثل اینکه این لهجه‌ها واقعا می‌دونیم کدوم‌ها هستن، مرزشون کجاست و به چه شکلی میشه تعیینشون کرد. چیزی که می‌خواستم بگم این که موقعی که آدم با لهجه‌ها از نزدیک کار می‌کنه، می‌بینه که خیلی متعددتر از این هستن که ما فکر می‌کنیم. گاهی حتی 10 کیلومتر
دورتر از یک ده با لهجه این ده دیگه صحبت نمیشه. بله. گاهی توی مثلا اگر گویش ها یا زبان های تالشی رو در نظر بگیریم، با وجود اینکه توی منطقه جغرافیایی خیلی وسیعی صحبت نمیشن، گویش ها و یا لهجه های متعددی دارن. بنابراین اینکه موقعی که میگین لهجه رو باید، لهجه ای رو باید حفظ کرد، سوال دوم مطرح میشه، بین لهجه های اون لهجه کدوم رو باید حفظ کرد؟ چون من فکر میکنم که برخلاف موردی که گفتین، این نوع نگاه موزهیه. یعنی که ما بگیم که خب الان ما یک بار میریم در فلان روستا، در فلان ده، در فلان ناحیه، در فلان شهر، یه بار همه چیز رو ثبت میکنیم، هر کس هم هر شعری در خاطر داشت مینویسیم و این کافیه، حالا از این بعد دیگه کاری نداریم. حالا اگه پس فردا این زبان لهجه از بین رفت، اگه دو نسل دیگه کسی دیگه صحبت نکرد، به نظر من اینجور نگاه موزهیه. ما یه چند نمونه آماری گرفتیم، داده هایی داشته باشیم و بگیم دیگه ایرادی نداره، چون دیگه ایرادی نداره و در موردش نمیکنیم. ولی چیزی که من میگم که این فقط زبان نیست که داره تغییر میکنه، این مجموعه باورهاست، مجموعه فرهنگ یک قوم، یک محدوده است، یک گروه جغرافیایی که حالا یک زبانی هم صحبت میکنن. با تغییر اینها، با تغییر زبان، در واقع اونها هم داره تغییر میکنه، یا تغییر اونها با تغییر زبان هم دو تا داره در کنار هم پیش میره. به نظرم اون نگاه بیشتر نگاه موزهیه. ما نمیتونیم یک جایی انتخاب بکنیم، شما میخواید چی رو انتخاب کنید، شما کدوم گویش انتخاب کنید، یک دهی و کدوم رو مستند کنید، و کدوم رو مستند بکنید. امروز شما پیش یه نفر میرید، امروز شعر یادش نمیاد، فردا دوباره به شما زنگ میزنه میگه که یادم اومد که یک شعر دیگه هم در خاطرم بود. دقیقاً. اما شما دیگه از اونجا رفتید. دیگه محققی اونجا وجود نداره، دیگه ضبط صوتتون هم همراهتون نیست که بتونید ضبطش بکنید. به خاطر همین گفتم موقعی که من میگم از دیدگاه موزهی نداشته باشیم، منظورم اینه که این افرادی رو که این لهجه ها رو صحبت میکنن به دید موزهی نگاه نکنیم. منظورم این بود، مطمئنا نباید این کار کرد. بله، ولی همین بحث آقای فرید نژاد رو به یه شکل دیگه بذارید من بپرسم. ببینید، حدود شاید 20-30 سال پیش جوانهایی که میرفتن کوهستان کمتر به فکر این بودن که کوهستان رو پاکیزه نگه دارن. اصولا حفظ محیط زیست مسئله نبود. نسل کنونی در ایران میره کوه، قالبشون یا خیلی هاشون و آشغال جمع میکنه میاره پایین. این تغییر به قول بعضی فیلسوف‌ها یک پردایمه، یک نگاه جدید به محیط زیست قالب شده. آیا نمیشه چنین نگاهی رو قالب کرد در مورد لهجه ها، گویش ها؟ ولی اون موقع منظور شما از حفظ پس چیه؟ شما منظورتون اون موقع اینه که ما چی رو حفظ کنیم؟ یعنی پس اگه اینجوری حساب کنیم، منظور از حفظ اینه که نسل جدیدی که صاحب بچه میشه به بچهش سعی نکنه بفهمونه که اگر میخوای پیشرفت کنی لهجه تهرانی صحبت کن، مثلا فارسی ترکی، اگه فارسی کردی. داشته باشم شما رو کامل بکنم و اگه درست فهمیده بله. باشم، به نظر من اینجا ما میتونیم حفظ رو تعریف بکنیم یا تقلیل بدیم کار مفهومی رو که از حفظ متوجه میشیم، به اینکه دست کم راه تکوینش رو، راه ادامه حیاتش رو نبندیم. ما اگر راه ادامه حیاتش رو نبندیم، اگه ما این جایگاه رو براش، بسترش رو فراهم بکنیم که این زبان، این پرستیج رو هم به دست بیاره، در واقع حفظش کردیم. حفظ لزوما به این معنایی نیستش که ما مواظبش باشیم که چیکار، به چه ترتیبی حرکت خواهد کرد، حتما درسش بدیم، بگیم حتما شما باید به این زبان و لهجه صحبت کنیم، اما همین که راه ادامه حیات رو براش باز بذاریم حفظش کردیم. شما به این راضی هستید خانم سمبلیان؟ من چیزی که گفتیم دقیقاً فکر می‌کنم اشاره کرده بودم به این مسئله اینه که تغییر یک پارادیگم توی دیدی که داریم نسبت به بعضی از مسائل، و درسته که در جامعه فعلی دیدی که داریم در اکثر جوامع غربی دید تنوع‌گراست، یعنی اینکه بهتره این که تنوع لهجه ها باشه، تنوع فرهنگ ها باشه، به خاطر که دید اکولوژیک غالب شده در خیلی از جوامع، و این دید اکولوژیک دیدیه که حفاظت از تنوع رو پشتش داره از نظر سیاسی و فلسفی. بر این حال دید محافظه کارانه ای از نظر سیاسی، منتها بحث اینجا سیاسی نیست، پس برگردیم به بحث زمانشناسی. چیز مهمی که نباید فراموش کرد، اینکه موقعی که میگین توی خانواده بفهمونیم که مثلا پدر مادر به فرزند نگن اگر با لهجهش صحبت میکنی اشتباست، باز من فکر میکنم واقعا باید مسائل رو توی کادری که هستن، کادر واقعی که هستن دید. موقعی که یک لهجه توی یک دهی صحبت میشه که نه جاده به اون ده وصله، نه بچه ها مدرسه میرن، نه تلویزیون هست، اینا حفظ این لهجه یک شکل مطرح نمیشه تا موقعی که اشخاصی که تو این ده متولد شدن
اومدن تو تهران دارن زندگی میکنن یا یه تو شهر دیگه که اصلا لهجه ای که اینجا صحبت میشه هیچ ربطی نداره به لهجه مادریشون. سالی پنج روزی 5-6 ساعت بچه‌هاشون جلوی تلویزیون میشینن، مدرسه میرن و توی مدارس من فکر نمی‌کنم امکان اینو داشته باشیم که در تمام آموزش پرورش ایران تو هر دهی معلمی بذاریم که لهجه اون ده رو داشته باشه. بنابراین فکر کنم به این مسائل هم باید فکر کرد. و یک چیزی رو که باید بهش اشاره کرد اینه که یک قسمتی از تغییرات زبانی که افراد میدن توی زبانشون و تغییرات لهجه‌ای، قسمت اساسیشون تغییرات ناآگاهانه. یعنی به همون شکل، من نمیخوام مقایسه ساده نگرانه بکنم، ولی به همون شکل که نظریه تکامل راجب تطبیق بدنی و زیستی حیوانات و انسان‌ها به محیطشون نظریه جالبی داره، به همون شکل انسان‌ها به عنوان اجتماعی خودشون رو تطبیق میدن و قسمت اساسی این تطبیق قسمت زبانی است. تطبیقای دیگه، تطبیقای لباسی، رفتاری، چگونه نشستن، آیا زمین میشینیم یا روی مبل میشینیم، آیا با قاشق چنگال غذا میخوریم یا با دست غذا میخوریم، تمام این تطبیقا انجام میشن، قسمتیشون به شکل آگاهانه، قسمتیشون به شکل ناآگاهانه. بنابراین نمیشه زبان رو از این تو در آورد و به مقوله به عنوان مقوله خاص بهش برخورد کرد. بسیار خب، خیلی کوتاه اگر شما صحبت دارید دایره زدید. بنده کلا یکی از حرفای اصلیشون رو یه مثالی میذارم. تو منطقه سمنان ایران ما تقریبا تو هر دره‌ای برای خودش یک زبان مختلف داریم. یعنی که چیزای جالب اینه که زبان سنگسری و زبان شهمیرزادی متفاوتن. خب این در موقعی که شما برای رفتن از این دره به اون دره احتیاج به مال داشتید و احتیاج به پیاده روی داشتید، میشده اینا رو ایزوله نگه داری. ولی شما الان در محیطی که هستی که الان میتونه خیلی راحت تمام این دره رو با ماشین در عرض یک روز بگذرونه، طبیعتاً این از نظر عملگرایانه بعضی از این لهجه‌ها از بین خواهند یا شبیه خواهند شد. اگه شما یه نفری رو داشته باشی تو منطقه مثلا چه می‌دونم کرمان و سیرجان و رفسنجان، یه دونه دهیه که یه سری آدم بیشتر شبیه رفسنجانی صحبت می‌کنن، یه سری بیشتر شبیه سیرجانی صحبت می‌کنن، همه تو یه مدرسه هستن، به هر حال لهجه‌هاشون شروع می‌کنه به همدیگه تشابه پیدا کردن. خیلی کوتاه نکتهش اینه که ما به عنوان سیاستمدار نشستیم که بگیم که حالا امکانات زبانی ما چیه. آیا ما مثلا بودجه‌شو داریم که در هر روستا هر ده یک نفر از همون روستا و ده بذاریم که اون بحثو درس بده؟ مثالی که زدین اتفاقا مثال به نظر من خیلی خوبه، قضیه بحث تکامل. ما امروز هم نمیگیم که اگر به خاطر چون کشتیرانی یک عامل خیلی مهم و حیاتی به زندگی روزمره بستگی داره، اگر از فلان تنگه کشتی‌ها دائم رد میشن و نسل لاک‌پشتا تو اون تنگه داره منقرض میشه، ما امروز نمیگیم که خب اینم بخشی از زندگی امروزمونه، خب حالا کشتی هم رد میشن بالاخره لاک‌پشت هم منقرض شد. اینجا میتونیم نگاه بکنیم بگیم که خب حالا ما میتونیم بگیم که چیکار بکنیم که دست کم ما کمک نکنیم به انقراض از بین رفتنش. ما میتونیم بگیم که حالا ما نمیتونیم که کشتی‌ها این رو منحل بکنیم، اما ممکنه بتونیم بگیم که حالا از این راه نرن، از راه دیگه‌ای برن. دست کم ما خودمون آگاهانه سعی نکنیم که در این راه قدم بگذاریم. به نظرم منظور از حفظ باید دست کم در حداقل تو این سطح ما بتونیم با هم دیگه هماهنگ باشیم، با هم توافق کنیم که دست کم راه حیات بسته نشه. اما که از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی چقدر امکان پذیره، چقدر پول براش داریم، خب بس دیگه. اونجایی که وقتی شما حرف میزنید به عنوان تایید سر تکون میدن، فکر کنم الان زمان مناسبی برای پایان بحث. به آخر برنامه این هفته پرگار میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه شروین فرید نژاد، پولت سامبلیان و خداداد رضاخانی.